سلام به همراهان همیشه یک کانال مارول امیدوارم هر جا که هستید خوب باشید عیدتونم مبارک امروز قصد دارم قدرت نظامی ارتش ایران در مقابل جمهوری آذربایجان رو با هم مقایسه کنیم در وضعیت کنونی ارمنستان و آذربایجان اختلافاتی بر سر گذرگاه زنگ زور دارن که موجب میشه پای ایران هم به قضیه باز بشه و ممکنه جنگ رخ بده از قرار هنوز ارمنستان و آزربایجان توافقی نکردن و ایران فردا پس فردا و میخواد رزمایشی در مرز نخجوان انجام بده تا از وقوع جنگ جلوگیری بشه و آذربایجان به ارمنستان حمله نکنه در چنین شرایطی اگر جنگی رخ بده طرف اصلی آذربایجان بدون شک ایرانه و به همین خاطر ما میخوایم این دو ارتش رو مقایسه کنیم دقت کنید این آمار مربوط به سال 2023 و در زمان جنگ با توجه به موقعیت جغرافیایی و کمک از طرف کشورهای دیگه شرایط ممکنه فرق کنه. خب بریم سراغ مقایسه. جمهوری اسلامی ایران با وسعت 1.6 میلیون کیلومتر مربع و 83 میلیون جمعیت دارای تجهیزات و نیروهای نظامی از ساخت داخل و تجهیزات قدیمی خارجی وارد شده از چین، روسیه، شوروی و آمریکاست. جمهوری آذربایجان در مقابل 86 هزار کیلومتر مربع وسعت و 10 میلیون جمعیت داره. ذخایر سلاح رو از تجهیزات دوران شوروی و روسیه پر کرده و بخش کوچکی از تجهیزات نظامی را از ترکیه و اسرائیل وارد کرده. بودجه نظامی ایران 17.4 میلیارد دلاره که 3.8 دهم درصد مجموع تولید ناخالص داخلی ایران رو تشکیل میده. بودجه نظامی آذربایجان 2.3 میلیارد دلاره. از نظر نیروی انسانی ایران دارای 610 هزار نیروی انسانی فعال 350 هزار نیروی انسانی ذخیره شده داره و 23 میلیون نفر در خدمت سربازی هستند در مقابل آذربایجان 126 هزار نیروی فعال داره 330 هزار پرسنل ذخیره شده و 3 میلیون نیروی نظامی آماده خدمت هستند نیروی زمینی ایران و آذربایجان در صورت بروز جنگ بین دو کشور به دلیل وجود بیش از 430 کیلومتر مرز مشترک نقش بیشتری خواهند داشت. در این حوزه ایران دارای 2842 تانک، 3555 خودروی زرهی و 1755 راکت انداز است. ایران همچنین 1000 توپخانه خودکششی نیز دارد. در مقابل آذربایجان 940 تانک، 2363 خودروی زرهی 267 توپخانه خودکششی و 323 راکت انداز دارد. ایران به طور کلی 890 هواگرد جنگی سرنشیندار دارد شامل 112 هواپیمای جنگی، 75 هواپیمای چند منظوره، 23 جنگنده تهاجمی و 519 هلیکوپتر. آذربایجان در مقابل در مجموع 176 هواگرد جنگی سرنشیندار داره شامل پنج هواپیمای جنگی 15 جت چند منظوره 11 جنگنده تهاجمی و 97 هلیکوپتر داره بر اساس گزارش رسانه‌های آذری نیروی هوایی آذربایجان 34 فروند جنگنده تهاجمی سخو 25 و 14 فروند جنگنده رهگیر میک در اختیار داره وبسایت Armed فورس هیچ آماری از پهپادهای آذربایجان ثبت نکرده اما میدونیم که در جنگ قرباق که بازاتازی سزمین های آذربایجان موجب شد باکو از پهپادهای بیرقدار و کامیکاز استفاده کرد از زمان تشدید درگیری ها بین آذربایجان و ارمنستان پهپاد بیرقدار تیبیدو ساخت ترکیه از بقیه پهپادها بیشتر مورد استفاده قرار میگیره ارتش آذربایجان از انواع پهپادها بهره میبره به گفته یک مرکز مطالعات پهبادها در کالج برادر در آمریکا این کشور دو فروند هرون پی، ده فروند هرمس 4507 صد فروند سکای استرایکرز و پنجاه فروند هاروب که همگی پهبات های ساخت اسرائیل هستند رو در اختیار داره نیروی دریایی ایران و آذربایجان هم در صورت بروز جنگ به کمک اونها میان جواب اون هم ساده است چون هر دو کشور مرز دریایی مشترک دارند بیشتر نیروی دریایی ایران در خلیج فارس متمرکزه در حال حاضر هم حضور ناوگان نظامی ایران در دریای خزر چندان زیاد نیست اولین فروند ناو جنگی ایران در سال 1382 به نیروی دریایی ارتش تحویل داده شد و در ناوگان شمال در دریای خزر به آب انداخته شد در سالهای 85 و 88 ناوهای جوشن و درفش به ناوگان شمال می‌پیوندند پس از اون نافشکن دماوند در سال 1391 در دریای خزر به شد. ایران در کل 272 ناو و 19 زیر دریایی داره. آذربایجان 31 ناو و 4 زیر دریایی داره که همگی اونها رو در دریای خزر مستقر کرده. هیچی از دو کشور بمب اتم ندارن. سن خدمت سربازی در ایران از 18 ساله و اجباری هم هست. و در جمهوری آذربایجان بازه سنی 18 تا 35 سال برای خدمت سربازی اجباری در نظر گرفته شده. در کل اگر جنگ اتفاق بیفته، ایران چه از لحاظ تجربه جنگی و چه تجهیزات دست برتر رو داره. امیدوارم از دیدن ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیو دیگر بدرود.